ولسوال خانآباد ولایت کندز میگوید که در حال حاضر نزدیک به 60 روستای این ولسوالی زیر اداره طالبان است. وی میافزاید که برای بازپسگیری این روستاها نیاز نیروهای کمک است. از همین رو نیروهای امنیتی در حالت دفاعی قرار دارند. نیروهای امنیتی فعلا خوب به شکل دفاعی جا حضور داره و اگر تقاضای ما میاسه که قطعی قوی باید ایجا در ولسوالی خانآباد ایفای وظیفه کنه و ایجا بیا جا واجه شان با. باشندگان این ولسوالی و برخی از بزرگان قومی کندز میگویند که همه روزه در بخشهایی از این ولسوالی درگیری می باشد و حکومت هیچ توجه به اوضاع امنیتی این ولسوالی ندارد. 20 روز یا 15 روز میشه که خط اختاش مکمل غلطیده، مردم به صدها خانواده، به هزارها خانواده فعلا بیجا شده، مردم به ضرورت داره، مردم تمام امکانات خود ایدس داده. این دولت مرکزی برای چی است؟ چرا توجه نمیکنه؟ چرا متوجه مردم نیستی؟ تا به کی مردم بمرد؟ 80% طالب است، 20% هم 20% بعد میگم که چی از دولت است. دیگه 80% طالب است. بله، هر فیصلی که میشه طالب میکنه. اما سربازان ارتش ملی که در حال نبرد با طالبان در بخشهایی از این ولسوالی هستند میگویند که حکومت برای آنان اجازه حمله بر طالبان را نمیدهد. در غیر آن، آنان توانایی کامل دارند تا طالبان را نابود بسازند. دشمن توانایی ما را نداره، به هیچ قدرت نداره دشمن قدم ما مقابله کنه. ما را دولت اجازه بده، دشمن از اینجا چی که از بسته قندوز گمش میکنه. در چند ماه اخیر ولایت کندز به یکی از ولایت‌های ناامن مبدل شده است و باشندگان این ولسوالی هشدار می‌دهند که اگر توجه ویژه به این ولسوالی نشود، ولایت‌های همجوار این ولایت نیز ناامن خواهند شد. اینجا چهارسرکه ولسوالی خانآباد ولایت کندز است. گفته میشه طالبان در 100 متری می ساحه قرار دارن و گاه ناگاه درگیری با نظامیان افغان دارن. نظامیان افغان خصوصا نیروهای کماندوی اردوی ملی میگن که اگر برشان اجازه داده شود طالبان را تا آخرین نقطه نابود خواهد ساختن. و قسم که ما در جریان هستیم در ولسوالی دشترچی هم درگیری آغاز شده و نیروهای امنیتی در حال پیشروی هستند. حمید شیرزای، طلوع نیوز، ولایت کندز.